مغالطات. لطفاً مغلطه تشبث به دانش رو فراموش نفرمایید. این مغلطه تشبث به دانش وقتی آخوندها و همین خرافاتچی ها از هر نوع جنس و سنخ و اینها دریافتند که از تاریخ عقب ماندن و اتفاقاتی افتاده در جامعه بشری، چراغ برق ساخته شده است و عرض می کنم اتومبیل و تلگراف و تلفن و هواپیما و غیره، و این آموزه ها هیچ چیز از اینها در بر ندارد، گفتن عاشق مرتضی عقب ماندیم چیکار بکنیم، و اینها خلاصه دویدند و یک مش مصطلحات سطحی علوم رو یاد گرفتند. ببین آقا نشسته است سر منبر میگوید این آب که از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن درست شده، آقا دانش آقا رو ببین، آقا جامعه جمیع علوم عقلی و نقلی است. بلافاصله عرض میکنن که خرافات خودش رو غالب میکنه، مغالطاتی که در نظر داشته عرض میکنن که وارد مغز بیچاره عوام الناس میکنه دیگه. این علی شریعتی هم همین کار رو میکرد، اصلا بنیاد کارش بر این بود، بنیاد کار شریعتی بر مغالطه بود، به خصوص تشبث به دانش. و شاگردان او هستن انواع مختلف با مغلطه نیم دراپینگ. نیم دراپینگ یعنی پشت هم بگوید نیوتن اینو گفت، هگل اینو گفت، کپلر اینجوری گفت، افلاطون این کارو کرد، شکسپیر، اینها پشت سر هم اینها رو بگویید، بعد مزخرفات و مغالطات ابلهانه و سفیهانه رو برای گمراه کردن مردم به میان بیاورید. اون ضربه‌ای که ابتدا وارد کرده این مغالطه کار با فرو ریختن این نام‌ها، خلع سلاح کرده عوام بیچاره رو. آقا ما چه بگوییم، آقا داره از هگل صحبت میکنه، من خودم رفتم هر چی خوندم هیچ نفهمیدم هگل چی گفته. این آقا ببین پشت هم داره از هگل نقل قول میکنه و اینا. از این چیزا نباید ترسید، اینا همه مهملات و مزخرفاته. کسی این کار رو میکنه شعور درک قضیه دانش رو اساسا نداره، تا چه برسد به نمیدونم کانت و هگل و اینجور چیزها. شاید این کاره بود. دیگر آخوندها هم هستن عرض کنن که خرافه کاران از هر نوع جنس بدین وجه هستن. این هست که مواظب باشید، مرزی هست بین فیزیک و متافیزیک، مرز هست بین دانش حقیقی و خرافه. این هست که خرافه کار وقتی میآید سخن از هیدروژن میکند و اتم میکند و نمیدونم استرینگ تئوری میکند و عرض شود که فیل تئوری و فیوژن و فیژن و از این قضایای فیزیک مدرن، باید مواظب باش و منتظر نشست ببینیم که خرافاتش رو کی میخواد غالب کنه. از اینا بسیار هستن. این داستان متافیزیک به هیچ جا نرسیده، هیچ مشکلی رو حل نکرده، هیچ دردی رو برای انسان دوا نکرد، هیچ آسپرینی از آسمان ها برای معالجه درد آدم ها نیامد، هیچ گلگابزوانی هم نیامد، هیچ نیامد از این آسمان ها. اینا چسبیدن به اون سوی عرض میکنم که قضای آسمان که برکاتی از اونجا وارد بشود و اینها، و این دکان بزرگی است، دکان درآمد بزرگی برای عرض میکنم شیادان بوده است در طول تاریخ. ولتر میگوید اولین روحانی اولین شیادی بود که به اولین ابله رسید، جیبشو پر کرد. منافع رو لطفاً فراموش نکنید. اگر کسی سخن میگوید ببینید منافع او در چیست، آیا این از کنار این سخنان منافعی دارد، داره استفاده مادی میکند یا خیر. اگر نیک بنگری میبینید بله. هیچ تعارف دیگه نکنیم با این قضایا، داستان رمالی و چشم بندی و ما بعد و طبیعه و این مهملات و مزخرفات دست ما به قدر کافی داشتیم از این قضایا. نگه تصور فهمید بنده مثلا از قضای ما بعد و طبیعه خوشم نیمه، خیلی دوست دارم میخونم، آدم بسیار خوشش میاد، اندیشه رو حرکت میاره، فعالی حرفا، اما با اینها ما نمیتوانیم زندگی بکنیم. چه خوش است به قول معروف که این جامعه ما یک جامعه علمی باشه، جامعه صنعتی باشه، همه کار داشته باشن، همه زندگی داشته باشن، همه درآمد داشته باشن، همه بیمه داشته باشن، کارگری بیکار نباشه، طفلی گرسنه نباشه، اینها، بعد همه بنشینیم مثنوی بخونیم.
مردون کن اتفاق امت است، کاو حیوانی نهان در این مغلطه است. یک شاهی نمیارزه اما کیف آوره، نشأت آوره این سخن. به اونجا برسیم بعد بنشینیم هر شب مثنوی بخونیم، به به بدیم، اما کارخانه همون کار بکنه، تولیدات صنعتی ایرانیان در بازارهای جهان به فروش برسد، کاری که هندی ها دارن میکنند و چینی ها میکنند. اما این خرافه سازان که دست بردار نیستن، که چون دکانشان این هست، یکی آهن فروشی میکنه، تلویزیون فروشی، اتومبیل فروشی عرض میکنن، یکی مداد میفروشه، یکی نمیدونم ساتلایت میفروشه، اینها هم خرافات میفروشن به عوام بیچاره نادان، حاصل دست رنج اونها رو به جیب میریزن.